به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. امیدواری پس از آزمایش اولیه واکسن کرونا در دانشگاه آکسفورد. هرچند معلوم نیست کلید خروج از این دوران باشد. از مهمان برنامه میپرسیم که تا تولید انبوه واکسن چقدر فاصله داریم و چرا این روند انقدر طولانی است. همچنین در 60 دقیقه امشب مشاهده یک بیماری مرموز و خطرناک در چند کودک بریتانیایی، پزشکان ارتباط احتمالی آن را با کرونا بررسی می‌کنند. خطر همه‌گیری گرسنگی در پی عالمگیری کرونا، برنامه جهانی غذا هشدار داده که بیش از 1 میلیارد نفر در خطرند. یک کارشناس سازمان خواروبار ملل متحد از چالش‌های پیش رو می‌گوید. و هشدار سازمان ملل درباره عوارض جانبی قرنطینه طولانی. ادامه این شرایط تا 6 ماه دیگر باعث 7 میلیون بارداری ناخواسته می شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در مسابقه نفسگیر کشف واکسن، یک آزمایشگاه در دانشگاه آکسفورد بریتانیا پیشتاز است. بسیاری از تیم‌های پزشکی که در حال تحقیق درباره واکسن کرونا هستند، ابتدا باید روی گروه‌های کوچک چند صد نفر واکسن را آزمایش کنند. اما دانشمندان انستیتوی جنر در دانشگاه آکسفورد واکسنی دارند که پارسال در برابر یک گونه دیگر ویروس کرونا مؤثر بوده و برای انسان خطری نداشته. همین باعث شده از دیگران جلو بیفتند و بتوانند تا پایان ماه آینده این واکسن را روی 6000 نفر آزمایش کنند. اگر مجوزهای لازم به محققان دانشگاه آکسفورد داده شود، احتمال دارد که تا اوایل پاییز چند میلیون از این واکسن تولید شود. چقدر می شود امیدوار بود؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول در گزارشی از باران عباسی ببینیم که امروز در مقابله با ویروس کرونا چه گذشت. لحظه‌ای که بسیاری انتظارش را می‌کشیدند. نیوزیلند، اولین روز بازگشت به کار بعد از هفته‌ها قرنطینه. اولین قدم ها به سوی زندگی که پیش از شیوع کرونا می شناخت. کشوری که با اعمال محدودیت های بسیار سخت به یکی از موفق ترین ها در کنترل این بیماری تبدیل شد. با تنها 1100 مبتلا و 19 جان باخته. حالا مدرسه ها و کسب و کارها با رعایت فاصله اجتماعی اجازه باز شدن دارند. اما گرد همایی های بزرگ همچنان ممنوع است. هیچ کس نمیخواد یه موج دوم بیماری به نیوزیلند برگرده. بنابراین ما با احتیاط سطح هشدار رو پایین میاریم تا مجبور نشیم به عقب برگردیم، چون این هم برای سلامت نیوزیلند و اقتصادش وحشتناک خواهد بود. در ایران شمار قربانیان همچنان رو به افزایش. وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته بیش از 1100 نفر مبتلای جدید شناسایی شده و 71 نفر هم جان باختند. به این ترتیب شماره کل مبتلایان به حدود 92600 نفر رسیده و نزدیک به 5900 نفر هم جان خود را از دست دادند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس گفته تعداد واقعی افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت است. فرانسه هم بعد از 6 هفته قرنطینه به فکر کاهش تدریجی محدودیت‌ها تا کمتر از 2 هفته دیگر است، از جمله بازگشایی مدارس. هرچند که نخست وزیر میگوید باید به زندگی با این ویروس عادت کرد. استراتژی ما بر اساس توصیه‌های پزشکی است. تا زمانی که واکسنی ساخته نشده و درمانی مؤثر هم وجود نداره، ما از مسئولیت دست جمعی فاصله زیادی داریم. انتشار ویروس ادامه خواهد داشت. این واقعیت است، هرچند واقعیتی ناخوشایند. ساخت واکسن شاید راه بازگشت به زندگی عادی برای بسیاری در سراسر دنیا باشد. چشم‌ها این روزها به اینجا دوخته شده. دانشگاه آکسفورد در بریتانیا که وارد مرحله آزمایش واکسن روی انسان‌ها شده. اما فعلا در بریتانیا خبری از کاهش محدودیت‌ها نیست. امروز 1 دقیقه سکوت در سراسر کشور به یاد کسانی که در راه مقابله با کرونا جان باختند. ادای احترام نخست وزیر در دومین روز کاریش بعد از بهبودی از کرونا. کارمندان شاغل در حوزه‌های کلیدی که با وجود ادامه قرنطینه مجبور به حضور در محل کارند و کارکنان بخش درمان که همکارانشان را از دست دادند.
قربانیانی که بر اساس تحقیقات بی بی سی به 114 نفر میرسند. The President of the United States. آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا اولین کنفرانس خبری دونالد ترامپ بعد از وقفه ای دو روزه. همچنان زیر سایه سخنان او درباره احتمال تزریق مواد ضد عفونی کننده به بدن برای از بین بردن ویروس. بعد از صحبت های شما میزان سوء استفاده از مواد ضد عفونی کننده افزایش پیدا کرده. میدونم شما گفتید شوخی کردید. نمیدونم چرا. شما مسئولیتشو قبول میکنید؟ نه من نمیدونم دلیلشو. و انتقاد از عملکرد چین در کنترل بیماری و اشاره ضمنی که شاید واشنگتن از پکن غرامت بخواهد. ما داریم تحقیقات خیلی جدی انجام میدیم. ما از چین راضی نیستیم. از کل این وضعیت ناراضی هستیم. چون به نظر ما میشد جلوی ویروس رو در منشأش گرفت. میشد سریع جلوش رو گرفت تا به کل دنیا سرایت نکنه. سخنانی که واکنش چین را به دنبال داشته. سیاستمداران آمریکایی بارها حقیقت را نادیده گرفته و در روز روشن دروغ گفتند. تنها هدفشان این است که مسئولیت را از سر خود باز کنند و عملکرد ضعیفشان را در جلوگیری از بیماری و کنترل آن به دوش دیگران بیاندازند و افکار عمومی را منحرف کنند. آمریکا با 56 هزار جان باخته بیشترین آسیب را از کرونا دیده. اما محدودیت‌ها کم کم رو به کاهش و کسب و کارها در حال باز شدنند. سواحل کالیفرنیا بی‌شباهت به چهره دنیا در دوران کرونا و نگرانی از اینکه موج دیگری از این بیماری شاید در راه باشد. باران عباسی، بی بی سی. دکتر رامین حکمی، استاد میکروبیولوژی و بیماری عفونی دانشگاه جورج میسون از شهر فرفکس ایالت ویرجینیای آمریکا با ماست. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از تحقیقاتی که در دانشگاه آکسفورد داره انجام میشه شروع بکنیم. چقدر میشه امید بست به تحقیقات؟ بله، با سلام به شما و بینندگان گرامی. به نظر من نتایجشون تا مقدار زیادی امیدوار کننده هست، به خاطر اینکه این واکسن رو در میمون‌ها هم تست کردند و جواب داده بر حسب گزارشی که داده شده. بنابراین خیلی امیدوارکننده است، ولی در این حال این به این معنا نیست که این واکسن قطعاً در انسان‌ها هم به همون خوبی کار خواهد کرد. ویروس کرونا یه ویروس خیلی جدیده و ما هنوز اطلاعاتی خیلی کمی داریم راجع به اینکه سیستم دفاعی بدن ما چجور در مقابل این ویروس مقابله میکنه و چیزهای دیگه مثل سن افراد، نوع، الان گزارش داده شده که نوع مختلف ویروس کرونا ایزوله شده و سیکونس اینها در اومده. سوال این است که آیا این نوع مختلف سیستم دفاعی بدن رو به طور متفاوتی اثر میذارن و بنابراین باید دید که آیا این واکسن در فازهایی که در انسانها تست خواهد شد هم از لحاظ ایمنی هم از لحاظ مؤثر بودن چگونه جواب خواهد داد. ولی آقای دکتر، اگر که آزمایشی که در استیتای جنر داره انجام میشه موفقیت آمیز باشه، 6000 نفری که قراره تا پایان ماه مه در واقع واکسیناسیون بشن، انجام بشن و موفق باشن، جواب بگیرن از این واکسن، فکر می‌کنید پیش‌بینی در چه حد، آیا واقعاً میشه انتظار داشت که اوایل پاییز به مرحله‌ای برسیم که بشه واکسن جهانی تولید کرد به دست همه مردم برسه، یا نه فقط محدود یه تعداد خاصی بعضی از کشورها قرار بشه دسترسی داشته باشن؟ پیش‌بینی کردن این خیلی مشکله و من فکر می‌کنم که بستگی به عزم و جزم جهانی داره که چقدر کمپانی‌هایی که در کشورهای مختلف هستن و امکان تولید این واکسن رو دارن با هم همکاری کنند و هرچه سریعتر بتونن دوزهای رو در مقدار خیلی بالا تولید کنن. ولی من بعید میدونم که تا اوایل پاییز، حتی اگر همه چیز برای این واکسن خیلی خوب پیش بره در فازهای مختلفی که باید در انسان تست بشه خیلی خوب جوابگو باشه، با این وجود من بعید میدونم که تا اوایل پاییز در سطحی که بتونن در سطح جهانی این توضیح بشه و استفاده بشه در اون مرحله باشیم. ولی ممکنه که اگر همه چیز خیلی خوب پیش بره در سطح خیلی محدودتری بتونه تولید بشه و استفاده بشه در انسان‌ها.
فکر میکنید آیا یک گونه واکسن کافی خواهد بود برای بازگشتن به زندگی عادی، یا اینکه ممکنه مثل آنفولانزا گونه های مختلف واکسن برای گونه های مختلف ویروس کرونا لازم باشه برای برگشتن به حالت عادی؟ باز پیش بینی این یه خورده سخته، بخاطر اینکه همونطور که خدمت شما گفتم ما راجع به این ویروس خیلی محدود اطلاع داریم الان و این مسئله خیلی روشن‌تر میشه وقتی که اطلاعات خیلی بیشتری کسب بشه در مورد اینکه سیستم دفاعی بدن چگونه جواب میده به این ویروس. ولی به نظر من این خیلی خوب هست که کمپانی‌های مختلف الان فاز کلینیکی شروع کردن برای واکسن‌هاشون و خود این کمک میده که اگر بیشتر از یک واکسن نیاز باشه تمام امید فقط بر روی یک واکسن نباشه. همچنین این باعث میشه که تجربه خوبی ایجاد بشه در سطح جهانی برای اینکه چگونه تولید واکسن در آینده به طور سریع‌تر و بهتری انجام بشه. بنابراین به نظر من در نهایت این که کمپانی‌های مختلف در سراسر جهان دارن سعی می‌کنن و چند کمپانی هستن که الان چیزایی که دارن در فاز یک تست در انسان‌ها هست، این به نظر من خیلی خوبه. ولی پیش‌بینی که آیا فقط یه واکسن جوابگو خواهد بود برای همه موارد کووید 19 سخت است. از کمپانیایی که بهشون اشاره کردین آیا هیچ یک به اندازه انستیتوی جنرال دانشگاه آکسفورد نزدیک شده به رسیدن به واکسن؟ دقیقاً باز گفتن این جواب مشکله، بخاطر اینکه باید اطلاعات دقیق باشه که چه کار کردن، آزمایشی که انجام دادن دقیقاً در چه سطح بوده. من یه اطلاعی که دارم این است که یه کمپانی چینی اونها هم در میمون‌ها تست کردن واکسن رو که دارن و گزارشتن که جوابگو بوده، ولی یک مقدار مشکلاتی هم با این نوع به حساب نتایج میتونه باشه، از این لحاظ که آیا تعداد میمون‌هایی که تست شدن و اندازه کافی بودن که از لحاظ آماری بشه به اونا اعتماد کرد. باز این مسئله ای که آیا ویروسی که استفاده شده اگه یه نوع دیگه ویروس کووید 19 رو که تولید کووید 19 میکنه استفاده بشه آیا جوابگو هست یا نیست. بنابراین یه مقدار مقایسه کردن اینها الان سخت هست بدون اینکه اطلاعات دقیق باشه که این کمپانی ها این آزمایش رو که انجام دادن دقیقا چگونه انجام دادن و در چه سطحی. ولی به نظر من واکسن آکسفورد به خاطر اینکه نتایج خوب در میمون‌ها گرفتن 100% خیلی امیدوار کننده است. متشکرم دکتر رامین حکمی، استاد میکروبیولوژی و بیماری‌های عفونی. اما موارد نگران کننده ای از یک بیماری نادر و خطرناک در میان کودکان بریتانیایی گزارش شده. پزشکان مشغول بررسی ارتباط احتمالی این بیماری با ویروس کرونا هستند. علائم این بیماری شبیه آنفولانزا است. نتیجه ی آزمایش کرونای بعضی از این کودکان مثبت بوده. البته فعلا معلوم نیست که چند کودک به بیماری جدید مبتلا شدند، اما انتظار می رود که تعداد آنها کم باشد. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت های ویژه از لندن، با ماست. آقای دکتر، در ابتدا شروع بکنیم از علائم این بیماری نادر که گفته میشه احتمال داره با کرونا ارتباط داشته باشه. سلام و درود خدمت شما. بله، امروز یه اعلام خطری از طریق سازمان بهداشت انگلستان به ما آمد که نوع جدیدی از یک سری علائم دیده شده که به صورت ترکیبی از علائم دو بیماری هست، یکی به اسم بیماری شوک سمی و یکی هم به اسم بیماری کاوازاکی، که اینها بیماری‌هایی است که در کودکان بروز می‌کنه و این بیماری که دیده شده شبیه یک به قول معروف یک علائمی داره که شبیه به هر دوی اینها هست، یعنی یه مقداری علائم تنفسی، یک مقداری علائم گوارشی به صورت شکم درد و اسهال، علائم پوستی به صورت لکه‌های قرمز روی پوست که اینها میتونن به این ترتیب بروز پیدا بکنن و حتی گزارش شده که یکی از اینها به شدت بدحال بوده و نیاز داشته که روی دستگاه‌هایی که به طور موقت برای حمایت قلب و ریه گذاشته میشه به اسم اکمو قرار داده بشه. اتفاقا من هم یک مورد مریضی داشتم از دیروز که امروز مرخص کردم،
خانم 20 ساله که تقریبا شبیه همین بود، نژاد سیاه، ولی خب کمی بزرگتر از سن کودکان، با همین علائم گوارشی، علائم تست آزمایش سواب، یعنی همین تستی که گرفتیم برای PCR منفی بود، ولی کن سی تی اسکن ایشون تیریه مثبت بود برای بیماری کووید 19. و خب به نظر و ما میخواستیم این رو بنویسیم چون خیلی کم گزارش شده این، همراه با چند تا کیس دیگر که مورد دیگر که بسیار نادر هست. آقای دکتر، در گزارش‌ها که البته منتشر شده گفته شده که به نظر میاد که تعداد کودکانی که این علائم داشتند اونقدر زیاد نیستند، مشخص هست که چه درصدی از کودکان این علائم داشتند؟ مسلما این یک شکل نادری هست. ما به طور کلی میدونیم که بیماری کووید 19 در کودکان خیلی خفیفتر از بزرگسالان ظهور پیدا میکنه و خب نباید جای خیلی نگرانی زیادی باشه. من هم عرض کردم موردی که اتفاقا من برخورد کردم توی یکی دو روز اخیر از این کیس مورد خیلی نادر، اون هم به خوبی به درمان ما جواب داد و بعد از ما 48 ساعت تونستیم از بخش مراقبت‌های ویژه مرخص بکنیم به بخش معمولی. و فعلا نباید خیلی نگران این باشیم، بیشتر بایستی آگاه باشیم که بیماری میتونه چنین تظاهراتی داشته باشه. اگر که من بخوام بیکنم بیشتر توضیح بدم برای دوستان که این رو میشنوند، میدونیم که بیماری کووید 19 دارای دو تا مرحله هست. بسیاری از افراد به صورت یک ذات‌الریه ویروسی یا یک عفونت ویروسی ریه فقط به قول معروف خودشون نشون میدن. در بسیاری از افرادی که سیستم ایمنی قوی دارن، این ویروس باعث ایجاد یک واکنش ایمنی شدید خواهد شد که به صورت حالتی است به اسم طوفان سایتوکاین بهش میگن، که در اثر واکنش شدید ایمنی بدن ما مواد شیمیایی از خودش ترشح میکنه که این مواد شیمیایی ارگانهای مختلف و اعضای مختلف بدن ما رو که بسیار بسیار مهم هستند رو تحت تهاجم قرار میده، از جمله کلیه ها، قلب و بقیه اعضا. و به نظر میاد که این نوع عارضه جدیدی که دیده شده از بیماری کووید 19 نوعی از اثرات اون بر روی سیستم عروقی باشه که به این صورت خودشونشون. آقای دکتر، مشخصا پدر مادرها در صورت مشاهده چه علائمی باید با پزشک یا بیمارستان تماس بگیرند؟ حساسیتشون باید روی چه علائمی باشه؟ خب این ببینید بسیار مورد نادر است. درس کنم که این تعداد مواردی که در کل کشور دیده شده الان از انگشتان دست به سختی تجاوز میکنه، ولی که اگر که واقعا بخوایم که علائمی که بروز میکنه در این رابطه بخوایم بشماریم، همون علائمی است که ناشی از یک عفونت ویروسی است، مثل کلن احساس خستگی، درد بدن، علائم گوارشی یا حتی اسهال، لکه‌های قرمز پوستی و خب ناراحتی‌های تنفسی هم که قبلا جزئی از علائم بیماری بوده. در شرایط فعلی با توجه به طیف گسترده شیوع بیماری کووید 19 در تمام جامعه، ما هر کسی که با علائم مختلفی که ارگان‌های مختلفی رو، اعضای مختلفی رو درگیر می‌کنه به بیمارستان مراجعه می‌کنه رو بیماری کووید 19 تلقی می‌کنیم، مگر خلافش ثابت شه و همه اونها تست میشن برای بیماری. متشکرم از شما دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه با ما. ما اگر فرزند دارید یا از کودکی نگهداری می‌کنید، توصیه می‌کنم که تا پایان 60 دقیقه امشب با ما باشید. دکتر هادی شاکر، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و جوان، به سوالاتی که بعضی از شما برای ما فرستادید جواب بدن. اما سازمان ملل هشدار داده که بحران کرونا میتواند به بحرانی بسیار مرگبارتر و خطرناکتر بدل شود. رئیس برنامه جهانی غذا از این وضعیت به عنوان همه‌گیری گرسنگی یاد کرده. این نهاد در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفته بیش از 1 میلیارد نفر در آستانه گرسنگی ناشی از قطع درآمد و اخلال در شبکه‌های تولید و توزیع غذا قرار گرفتند. تا پایان امسال شاید روزی 300 هزار نفر در بیش از 30 کشور از گرسنگی بمیرند. بحران کرونا چطور به بحران گرسنگی در جهان دامن میزند؟ سیاوش اردلان گزارش میدهد. صف گرسنگان اینجا در نیجریه، مردم منتظر رسیدن محموله های غذایی هستند. وقتی هم که محموله ها میرسند، ترس از کافی نبودن غذا هرج و مرج به بار میآورد. اینجا در افغانستان صف های دریافت غذا صحنه هایی است که بیشتر و بیشتر دیده میشوند و نگرانی مردم از ناامنی غذایی.
اگر در خانه بشینی غریبه کس چیز کرده نمیتونه. بسیار بعد دو روز سه روز بشه گریان تیر میکنم. هر مسلمانی که گپ میزنه مرا گریان میگیرم. میگم ما چی بگیم؟ اگر بحران کرونا آنها را نکشد، گرسنگی از پا در میآورد. بحران کرونا بحرانی دیگر با خود آورده. همه گیری گرسنگی در ابعاد غیر قابل تصور. بذارید مسئله رو با چند عدد و رقم براتون باز کنم. 820 میلیون نفر در دنیا شب گرسنه میخوابند. 120 میلیون نفر دیگه در آستانه قحطی هستند و 120 میلیون نفر دیگه هم به خاطر بحران کرونا در یک قدمی گرسنگی قرار گرفتن. به علاوه اون 820 میلیون نفری که قبلا هم گرسنه بودن، اگر اقدام عاجلی نشه تا پایان امسال در بدترین حالت هر روز با 300 هزار مرگ و میر ناشی از گرسنگی روبرو خواهیم بود. این بخشی از گزارش تکان دهنده رئیس برنامه جهانی غذا به شورای امنیت سازمان ملل بود. مشکل نبود غذای کافی نیست. اتفاقا امسال سال برداشت خوبی برای کشاورزان بوده. البته اگر ویروس کرونا کشاورزان را بیمار و زمینگیر کند، غذا هم به اندازه کافی تولید نخواهد شد. اما فعلا مثل هر قحطی دیگری، مشکل نبود غذا نیست. مشکل نبود پولیست که بتوان با آن غذا خرید. صدها میلیون نفر در هند کارگر روزمزد هستند. قرنطینه آنها را خانه نشین و گرسنه به حال خود رها کرده. دولت آنقدر انبارهای غذا دارد که میتواند به هر خانوار نیازمند تا 100 کیلو گندم و برنج بدهد. اما مشکل این است که خیلی از جاده ها مسدود و خیلی از شبکه های توزیع غذا مختل شدند. در آفریقا هم اوضاع به همین گونه است. کارگران و دستفروشان روزمزد حالا از همان اندک درآمد روزانه محروم شدند. جنگ و درگیری های داخلی رساندن غذا را به آنها مشکل کرده، مخصوصا در یمن که پیش از این هم با یک فاجعه انسانی روبرو بود. علاوه بر همه اینها، هجوم انبوه ملخ‌ها به مناطقی از آفریقا به افت شدید محصولات کشاورزی منجر شده. سازمان‌های بشردوست و در رأس آنها برنامه جهانی غذا می‌گویند به تزریق صدها میلیارد دلار کمک مالی ممالک توسعه یافته نیاز دارند تا بتوانند سیستم‌های کمک رسانی خود را سرپا نگه دارند. اما کشورهای پیشرفته خود به علت بحران کرونا در تنگنای اقتصادی اند. نه تنها شهروندان غربی با کمبود پول روبرو هستند، بلکه میلیون ها نفر از خود آنها محتاج دریافت بسته های غذایی دولت اند. ما که الان درآمدمون اینقدر کم شده که از هر کمک غذایی که بهمون بشه ممنونیم. بحران کرونا گرچه کشنده است، ولی شعله های بحرانی دیگر در جهان را برافروخته که به مراتب مرگبارتر است. سیاوش اردلان، بی بی سی. لوکا روسو، تحلیلگر ارشد بحران غذایی در سازمان خواربار جهانی فاو از روم با ماست. آقای روسو، به نظر میاد که هنوز در بسیاری از کشورها زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی به مشکل اساسی نخورده. پیشبینی شما اینه که در ماه‌های آینده ممکنه مشکل ایجاد بشه؟ بله، ما هفته پیش یک گزارشی تهیه کردیم درباره وضعیت بحران‌های غذایی که نشون دادیم که تعداد کسانی که نیاز شدید دارن به کمک غذایی از سال گذشته الان به تا حد زیادی بیشتر شده، چندین میلیون نفر بیشتر شده. بنابراین در این لحظه سوال های زیادی است که باید بهشون جواب بدیم. اینکه بیماری کووید 19 چطور داره تأثیر میگذاره روی این وضعیتی که قبل از این بحران هم به خودی خودش بحرانی و خطرناک بود. خیلی هستن که پیش بینی میکنن که یک بحران انسانی بی سابقه خواهیم داشت و از نظر زنجیرهای تولید و توزیع غذایی هنوز دارن کار میکنن، ولی خب در هر لحظه ممکنه که به دلیل مثلا مسدود شدن راه‌ها، چه در سطح ملی چه در سطح محلی، دچار اختلال بشن. بنابراین این ممکنه که در مناطقی که آسیب پذیرتر هستن به بحران منجر بشه. بعد باید بگیم که سیستم کمک‌های انسان دوستانه ممکنه که نتونه
به واسطه این بحرانی که شاهدش هستیم عمل کنه، کار کنه. وقتی که واردات، صادرات دچار بلوک میشن، متوقف میشن، مسدود میشن، اون وقت اقلام مورد نیاز رو نمیشه به افرادی که بهش نیاز دارن رسوند. باز از همین نقطه نظر اگر که سیستم توزیع مواد غذایی دچار یک وقفه بشه، باز شاید یک بحران بزرگی خواهیم بود. بنابراین 135 میلیونی که ما بررسی کردیم، ارزیابی کردیم، در این معرض این خطر هستن. این شماره خیلی نگران کننده است و ما، یعنی همین امروز 135 میلیون نفر در جهان داریم که نیاز به کمک غذایی دارن همین امروز، و در کنار اون 180 میلیون نفر در جهان هستن که در وضعیت بسیار شکننده ارزیابی میشن. بنابراین باید به همه این افراد فکر کنیم و انتظار داریم و نگران هستیم که دچار مشکلات عدیده تری بشن. در شرایطی که بسیاری از کشورهای ثروتمند خودشون درگیر ویروس کرونا هستن و با بحران بیکاری و اقتصادی روبرو هستن، چقدر میشه انتظار داشت که اونها بتونن به کشورهای فقیر کمک کنن؟ این یه نگرانی بزرگه، برای اینکه در این لحظه بحران، بحران کرونا عمدتاً یک بحران بهداشتی و پزشکی است، ولی همونطور که میدونیم داره تبدیل میشه به یک بحران اقتصادی در خیلی از کشورها و در بعضی کشورهای دیگر داره تبدیل میشه به یک بحران انسانی. بنابراین ما الان با همکارانمون در برنامه جهانی غذا داریم سعی میکنیم که ارزیابی کنیم و نشون بدیم در کدوم کشورها وضعیت خیلی خطرناکتر هست و توجه رو به این بحث جلب کنیم. اما در این لحظه این اطمینان رو نداریم که این کشورهایی که دچار کرونا شدن، دچار بحران کرونا شدن، بتونن که به یک نحو با این قضیه برخورد کنن، اون رو اداره کنن. طبیعتاً اگر نیاز به کمک انسان دوستانه باشه برای کسانی که در وضعیت بسیار شکننده‌ای هستند، ممکنه که ما دچار قحطی‌هایی بشیم و شاهد قحطی در نقاط مختلفی در جهان باشیم. پیشنهاد سازمان شما چیه به کشورهای ثروتمند؟ ما در درجه اول پیشنهاد میکنیم که خیلی جدی اتفاقی که در کشورهای شکننده و ضعیف داره انجام میشه، اتفاق میفته، اون اتفاقات رو از نزدیک مونیتور کنن، بررسی کنن تا بفهمیم که دقیقاً چی داره اتفاق میفته از نظر امنیت غذایی در این کشورها. این نکته اول است. نکته دوم این که ما به طور مشخص سازمانی که به کشاورزی میپردازه، معتقد هستیم که خیلی مهمه که زنجیره غذایی رو ازش حمایت کنیم، یعنی حمایت کنیم از تمام سیستم های تولیدی مواد غذایی. و همینطور نکته دیگر که خیلی مهمه اینه که امیدواریم که کشورها اون اشتباهی که در سال 2008 در زمان اون بحران معروف پدید اومد، اون اشتباه رو تکرار نکنن. وقتی که ما شاهد بحران غذایی و بحران قیمت بودیم، وقتی که خیلی از مرزها بسته شدن و اون وقت ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم با پیامدهایی که شاهدش بودیم که به منجر به بی‌ثباتی سیاسی حتی شد در بعضی از کشورها، در مثلا در شمال آفریقا به بی‌ثباتی سیاسی هم منجر شد. بنابراین FAO توصیه می‌کنه به همه کشورها که اینکه بازار رو باز نگه دارن تا بتونیم که پیامدهای اون چنینی رو برای در که منجر به افزایش غذا میشه، افزایش قیمت غذا میشه، ازش اجتناب کنیم. متشکرم. لوکا روسو، تحلیلگر ارشد بحران غذایی در سازمان کاربار جهانی. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که اگر شرایط قرنطینه 6 ماه دیگر طول بکشد، حدود 47 میلیون زن با درآمد پایین یا متوسط امکان دسترسی به اقلام ضد بارداری را از دست می‌دهند. به گفته این صندوق، چنین شرایطی ممکن است به 7 میلیون بارداری ناخواسته در جهان منجر شود. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. کرونا، مهمان ناخوانده‌ای که به این زودی‌ها خیال رفتن ندارد. تا زمان حضور این ویروس که هنوز نه درمان اختصاصی دارد و نه واکسن برای پیشگیری، تنها اسلحه برای رویارویی قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی است. با این حال قرنطینه شمشیری است دولبه.
نه فقط به خاطر اثرش بر روی اقتصاد جهان، بلکه حالا روشن شده که اثری بزرگ هم بر زاد و ولد به خصوص در جوامع فقیرتر بگذارد. صندوق جمعیت ملل متحد هشدار داده که محدودیت‌های ناشی از قرنطینه می‌تواند دسترسی میلیون‌ها زن را به لوازم پیشگیری از بارداری محدود کند. این محدودیت به ویژه شامل زنان با درآمدهای پایین است. یعنی حدود 7 میلیون بارداری ناخواسته که علاوه بر آماده نبودن بستر لازم برای کودک متولد شده و خطرات آن برای نوزاد، می‌تواند مادران را هم وارد مشکلات بیشتر کند. صندوق جمعیت سازمان ملل محاسبه کرده که اگر کار قرنطینه به یک سال بکشد، 50 میلیون زن در شرایط حاملگی ناخواسته قرار می‌گیرند و 15 میلیون کودک به دنیا می‌آیند که کسی منتظرشان نبوده. سازمان ملل هشدار داده جهان در رویارویی با کرونا با خطر قحطی تاریخی و گسترده‌تر شدن فقر روبروست. علاوه بر آن توقف چرخ اقتصاد هم موجب شده اصولاً مواد اولیه و نیروی انسانی برای تولید بسیاری از اقلام پیشگیری از بارداری وجود نداشته باشد. از جمله یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاندوم در جهان یک ماه پیش هشدار داده بود که مواد اولیه‌اش با ادامه قرنطینه تنها برای تولید 2 ماه دیگر کفاف می‌دهد. کوه یخ تبعات کرونا هر روز بیشتر از آب بیرون می‌آید. زنان و به ویژه زنان کم درآمد ظاهراً از آسیب پذیرترین ها در این شرایط هستند و شاید اگر دولت ها تدابیر ویژه در این باره نیندیشند آسیب گسترده تر شود. شبنم شعبانی، بی بی سی. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس با ما هستند. خانم کیان، خوش آمدید به برنامه. دولت ها چه کار میتونن بکنن در چنین شرایطی؟ دولت ها میتونن اقدامات متعددی رو در جهت حمایت از اخشار آسیب پذیر به خصوص زنان طبقات فقیر و غیر مرفه به عمل بیارن. برای مثال وسائل پیشگیری از حاملگی رو به شکل رایگان در اختیار زنان قرار بدن تا اونجایی که ممکن هست و به خصوص زنانی که روستایی هستن یا زنان فقیر اخشار شهری جامعه هستن. در واقع از طرف دیگر در جوامعی که حداقل سخت جنین آزاد هست، کمان که در فرانسه همچین تصمیمی گرفته شد که داروخونه ها اجازه پیدا کردن که بدون نسخه قرص هایی که برای سخت جنین تا هفت هفتگی جنین میشه استفاده کرد رو به طور رایگان در اختیار زنها قرار بدن و به هر حال تدابیری میشه اندیشید برای اینکه به این زنها که خودشون رو در شرایط بسیار نامساعد و حاملگی های ناخواسته میبینن در شرایط حبس خانگی بتونن در واقع در جهت حمایت از این زنان بر بیان. ولی متاسفانه آنچه که ما مشاهده میکنیم در همین یکی دو ماهی اخیر این هست که مسئله فراتر از حاملگی های ناخواسته هست و خشونت خانگی بر علیه زنان و کودکان هم افزایش چشمگیری داشته. برای مثال در فرانسه 33% خشونت خانگی بر علیه زنان افزایش پیدا کرده و این بسیار بسیار وضعیت زنان رو در شرایط آسیب پذیری قرار داده، به خاطر اینکه قبلا این زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می گرفتن از طرف همسرانشون میتونستن به بهانه های مختلف خارج بشن از خونه و برن پلیس و شکایت بکنن. برای مثال الان این همچین امکانی رو ندارن. باز اینجا دولت فرانسه وارد شده و در واقع تضییقاتی رو اندیشیدن برای کمک به زنانی که مورد خشونت هستن. از دیگر مصادیق باز آسیب پذیری های کرونا خانم هایی هستن، زنانی هستن از اخشار غیر مرفه و فقیر جامعه که اینها میدونید در مشاغل مشغول به کارن، خیلی هاشون به شکل سیاه کار میکنن غیر رسمی و در نتیجه اینها از هیچ گونه حقوقی برخوردار نیستن و الان مشاغلشون رو از دست دادن. برای اینکه افراد به هر طور کادرها و خیلی ها میتونن از راه دور کار بکنن، ولی شما وقتی نظافتچی
هستین از راه دور که نمیتونین کار بکنین، کارتون رو از دست میدین. و خیلی از این افراد، یعنی در فرانسه اکثر این افراد زنان هستند، زنان به خصوص مهاجر و اقشار فقیر که اینها عملا درآمدهای خودشون رو از دست دادن. خانم کیان، در کشورهایی که چنین امکاناتی رو ارائه نمیدن، مثال هایی که زدید اکثر شامل کشورهای پیشرفته میشه، در کشوری که این امکانات وجود نداره جامعه چطور میتونه کمک بکنه زنانی که مورد آزار قرار میگیرن؟ ببینید، جامعه ایران برای مثال الان، ما جامعه مدنی ایران بسیار خوشبختانه فعال شده، برای اینکه ما یک در واقع سنت همیاری رو داریم جدا از دولت، و البته شاید کافی نباشه، ولی به هر حال همیاری افراد با همدیگه، همبستگی افراد با همدیگه، اونایی که درآمدهای خوبی دارن یا امکانات مالی دارن، خب به تبع بایستی کمک بکنن به زنان یا مردان اقشار در واقع کم درآمد جامعه. ولی من میخوام بگم که حتی توی کشورهای غیر توسعه یافته یا فقیرتر، حتی دولت وظایفی داره و این وظایف رو میبایسته که در شرایط بحران کنونی کرونا انجام بده. و تازه این، ما الان در داخل بحرانیم، شما میرید بعد از اتمام این بحران هم مسلماً تعداد فقرا و آسیب‌های اجتماعی حتما افزایش خواهد یافت، و باز اینجا دولت‌ها هستن که باید نقش اصلی خودشون رو ایفا بکنن. متشکرم آزاده کیان، استاد جامعه شناسی ما. پزشکان و پرستارانی که با ویروس کرونا می‌جنگند در خط مقدم جنگ با دشمنی نامرئی‌اند که جان عده زیادی از بیماران و همکارانشان را گرفته. این پزشکان و پرستاران چهره‌هایی ناشناسند که از پشت ماسک‌ها بیشتر چشم‌هایشان را می‌بینیم. آلبرتو جولیانی یک عکاس ایتالیایی است که به سراغ کارکنان پزشکی درگیر با بیماری کووید 19 در این کشور رفته. پورتره‌های او تصاویری تکان دهنده‌اند از پزشکان و پرستارانی که رد خستگی و ماسک واضح‌ترین خطوط چهره‌هایشان شده. این عکس‌ها در کمپین‌های علیه کرونا استفاده شده و ده‌ها میلیون دلار برای کمک به مراکز پزشکی و درمانی جمع کردند. آلبرتو جولیانی خبرنگار و عکاسیه که این تصاویر رو که دیدید گرفته. احتمالاً بسیاری از شما این عکس‌ها و تصاویر رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید، برای اینکه میلیون‌ها بار در هفته‌های گذشته به اشتراک گذاشته شده. آقای جولیانی از شهر پزارو در مرکز ایتالیا با ماست. آقای جولیانی، خوش آمدید به برنامه. در وهله اول چطور شد که تصمیم گرفتید به بیمارستان‌ها برید و چنین پورتره‌هایی بگیرید؟ چون خیلی از روزنامه ها از من میخواستن که به تصویر بکشم، روایت کنم این لحظه و این دوران خیلی دراماتیک رو در ایتالیا و در پزارو، شهر خود من که شهر کوچیکی اما یکی از بیشترین موارد ابتلا و کشته شده ها در گذشته ها رو داشت. خواستم از راه های مختلف این لحظه دشوار کشور رو روایت کنم. با خودم گفتم خب خط مقدم کجاست؟ خط مقدم بیمارستان ها هستند و سعی کردم که اون تصویرهای که خیلی قابل پیش بینی می بودن، مثل مثلا افرادی که زیر ماسک اکسیژن بودن، زیر دستگاه تنفس مصنوعی بودن، تصاویر اجساد و اینها رو ازشون پرهیز کنم، چون این تصویرها رو جای دیگه دیده بودیم. خواستم برم سر وقت آدمها، سر وقت چهره خسته و فرسوده پزشکان و پرستاران که از یک طرف دشواری و خستگی
سادگی راه رو نشون میداد، از یک طرف دیگر این درد و اندوه عمیق اونها رو نشون میداد، این عکس‌ها و این تصاویر. تصاویری که گرفتید خیلی حال حماسی داره، با وجود اینکه اکثرش پورتراست و پشتش چیزی نیست و یک دیوار سفیده، ولی حال و هوای حماسی داره. این حس رو چطوری تونستین در بیارین تو عکس‌ها؟ واقعا وضعیت بود که حماسی بود. من کاری نکردم غیر از اینکه داخل این بخش‌های مثلا بخش‌های مختلف بیمارستان، خود کل بیمارستان اصلی شهر من پزارو تبدیل شده بود به یک بخش امدادی برای بیماران کرونا. بنابراین کاری که من می‌کردم این بود که می‌رفتم اونجا، منتظر می‌موندم که پزشکا و پرستارا آخر شیفتشون بیان بیرون و از اونا خواهش میکردم که یک لحظه جلوی لنز دوربین من بیستن، ماسکشون رو بردارن، ماسکاشون رو بردارن، چون واقعا ماسکاشون هم دوتا بود، سه تا بود، چند تا بود، عینکاشون همه اینا دوتا چند تا بودن برای اینکه از خودشون محافظت کنن، و از اونا میخواستم که خودشون از قید این ماسکا و عینکا آزاد کنن تا بتونم که تصویر اونها رو ازش عکس بگیرم. واقعا یه وضعیتی بود که با هیچ منطقی نمیشه تصورش کرد، توصیفش کرد، مخصوصا اون روزهای اوج، روزهای به اصطلاح پیک ابتلاها، مدت‌ها، ساعت‌ها در یک اتاقی بودن که معلوم نبود روز، شب، نور طبیعی وارد نمی‌شد در اون بخش‌های بیمارستان، و در نهایتش در پایان شیفتشون بعد از 11 ساعت 12 ساعت وقتی که می‌اومدن واقعاً فرسوده شده بودن، واقعاً خسته شده بودن، و شاید حتی تقاضای زیادی بود برای اونها که ازشون بخوام که جلوی دوربین من بایستن بعد از این همچین شیفتی. متشکرم آلبرتو جولیانی، خبرنگار و عکاس با ما. علی مختاریان یک طراح لباس ایرانی کانادایی است که به تازگی دو مدل ماسک طراحی کرده و الگوهای آنها را برای استفاده مردم به صورت رایگان در وبسایتش گذاشته. ماسک‌های او به نوعی فیلتر هوا هم مجهز می‌شوند که در بیشتر نقاط دنیا در دسترس است. خبرنگار ما سام فرزانه با این طراح گفتگو کرده. وقتی که دیدم ویروس کرونا در دنیا شروع پیدا کرده و مردم ماسک احتیاج دارن، شروع کردم با دوستای پزشکم هم فکری کردم که این یه ماسکی بتونم طراحی کنم که حداقل بتونه جلوی ذرات معلق در هوا رو بگیره، و تصمیم گرفتیم که الگو و روش ساختش رو من در اختیار مردم قرار بدم که هر کسی که بخواد به سلیقه خودش بتونه هم برای خودش، برای فامیل خودش و برای دیگران درست کنه. علی مختاریان هستم، طراح مد و لباس، از ونکوور کانادا کارم از ایران شروع کردم و الان در ونکوور مشغول کار هستم. کار من بیشتر طراحی مد برای آقایون هستش، در زمینه کارهای تکنیکال، لباسهای ورزشی و چیزهای مختلف، و هم تجربه دارم من، و اینکه این افتخار دارم کارهای من رو بسیاری از هنرمنده ایرانی و خارجی از جمله دوست خوبم آقای ابی و بونو خواننده گروه یوتیوب پوشیدم. من به مشورت دوستای پزشکی که دارم فیلتری انتخاب کردیم که هم قابل شستشو باشه و اتو کردن باشه و اینکه خب قابل دسترسی هم باشه دیگه. تا حدی این فیلتریه که در دستگاه تصفیه هوا استفاده میشه. حتی بدون این فیلتر هم میتونی از این ماسکا بدوزید. ببینید، ما با اطمینان نمیتونیم بگیم که این فیلتر و این ماسک جلوی ورود ویروس رو به بدن شما میگیره، اما حالا که گفته میشه بهتر هم ماسک داشته باشن و ماسکای مخصوصا خب خیلی کمیابه و مخصوص کادر درمانی هسته، بهتره که از این ماسک استفاده بشه. این ماسک ما میتونه کمک بکنه که حداقل جلوی دراپلت رو بگیره. خوبی این ماسک اینه که شما میتونین با سلیقه خودتون اونو تزیین بکنین، دیزاینش بکنین، میتونین کات بهش بدین، میتونین مثلا از دو سه نوع ترکیب، دو سه نوع پارچه استفاده کنین.
ببینید این ماسکا رو شما میتونین، هر کسی میتونه تو خونه با چیزایی که داره، با لباسایی که استفاده نمیکنه یا پارچه‌ای که داره تو خونه، ولی ترجیحاً بهتره که از پارچه کتون استفاده بشه، از پارچه لنن استفاده بشه برای لایه‌ای. قیمت یه چرخ خیاطی میتونه از $100 شروع بشه تا $400-500 و قیمت یه موبایل $800-900 هستش. واقعا میتونید کارهای خیلی جالبی باش انجام بدین، خیلی آسونه، خیلی لباسای خودتون رو میتونین ری استایلش بکنین، استایل دیزاینش رو عوض کنین. من توصیه‌ام اینه که حتما یه چرخ خیاطی بخرید یا آموزش اولیه ببینید، فقط همش تمرینه و بهتون قول میدم خودتون سورپرایز میشین که چه کارهای جالبی میتونیم باش انجام بدیم. هم اگه شما هم مثل من از درس خوندن با بچه ها و سرگرم کردنشون در قرنطینه کلافه شدید، در برنامه پاسخ به سوالات شما میتونید پاسخ سوالاتتون رو بگیرید. دکتر هادی شاکر فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان راه حل های ارائه داده که با هم ببینید. چطور به بچه‌م توضیح بدم که دوران قرنطینه با تعطیلات فرق میکنه و باید تکالیف مدرسه‌ش رو انجام بده؟ با لجبازی‌ها و بی‌خوابی‌های کودک تو این دوران چیکار کنیم؟ اینا سوال‌هایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه، و سوالات شما رو امروز از دکتر هادی شاکر فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان می‌پرسم. دکتر شاکر خوش اومدید به برنامه. خیلی ممنون از دعوتت. مریم گفته که دخترم 3 سالشه، از 2 ماهگی روی تخت خودش خوابوندمش، اما از شروع این جریانات تا حالا حتی یک شب هم نشده که تا صبح توی تخت خودش باشه. هر شب از جاش بلند شده، یا من مجبور شدم برم تو اتاق کنارش بخوابم، یا اون اومده تو اتاق ما. چی کارش کنم که مثل قبل بشه؟ با توجه به شرایطی که الان هست و اینکه بچه‌ها دارن تطبیق میکنن با یک نحوه جدید زندگی، خیلی امکانی هست که بچه‌ها مهارت‌هایی رو که قبلا یاد گرفته بودن از دست بدن و یک عقب‌گردی بکنن. بنابراین خیلی نگران این شرایط نباشین. به نظرم دوباره از اول شروع بکنین. همون مراحلی که از اول طی کردین که عادتش بدین به جدا خوابیدن، تکرارش کنین با گرفتن ستاره برای اینکه تو جای خودش بخوابه و این دو تا سه تا ستاره ها تبدیل به جایزه بشه. اینا میتونه کمکش بکنه که بتونه این جدایی رو تحمل بکنه. ولی واقعیتش همونجور که عرض کردم اینه که ما انتظار داریم وقتی که روتین بچه ها عوض میشه و یه مقدار شرایط حالت اضطرابی به خودش میگیره، یه همچین عقب‌گردی در رفتارشون میگیره. یکی از مخاطبامون گفته بچه‌م 4 سالشه، به شدت لجباز شده و یک سره جیغ میکشه، نمیدونم برای سنشه یا عوارض تو خونه موندنه. میتونه این ترکیبی باشه از عوارض تو خونه موندن یا مراحل رشدی بچه ها. ولی در این شرایط که بچه‌ها تو خونه هستن، یه مقداری روتین زندگی عوض میشه، یه مقداری خود پدر مادرها ممکنه مضطرب باشن یا به خاطر شلوغی برنامه کاریشون تحت فشار باشن و اینا باعث میشه که بچه‌ها برای اینکه جذب توجه بزرگسالان رو بکنن، رفتارهای ناهنجار بیشتری از خودشون نشون بدن یا رقابت با خواهر برادرشون بکنن برای جذب توجه پدر مادر. برای همین خیلی مهمه که توی این شرایط اون روتینی رو که همیشه برای بچه‌ها داشتیم بتونیم حفظ بکنیم و بچه‌ها بتونن پیش‌بینی بکنن که اگه یه کاری رو بکنن که منجر به تنبیه میشه یا منجر به تشویق میشه، شما همون روش همیشگیتون رو براشون انجام میدید. هرچی روال زندگی به روال عادی نزدیک‌تر باشه، برای سلامت روان بچه‌ها بهتر. نازی پرسیده که بچه‌م مدام فکر می‌کنه دوران قرنطینه یعنی تعطیلات، از اون طرف مدرسه هم مدام تکالیف برای ما می‌فرسته. چطور باید به بچه حالی کنم که تعطیلات با قرنطینه فرق می‌کنه؟ واقعاً کلافه شدم. ببینید دو تا مود وجود داره. یه مودش اینه که پدر مادرها می‌خوان که همه چی عین مدرسه باشه و خودشون تو نقش معلم می‌ذارن یا انگار پلیسی که بعد مواظب بچه‌ها باشه و اون روتین رو حتماً جلو ببرن. و یه مود دیگه هم پدر مادرهایی هستن که فکر می‌کنن خب حالا بچه‌ها تو خونن و تعطیله، حالا چند هفته هم درس نخونن مهم نیست. این دو تا رو بذارید دو طرف تیپ. یه دی پدر مادر هم هستن که اون وسط یه مقداری از این طرف هم یه مقداری از اون طرف. من پیشنهادم اینه که تعادل رو رعایت بکنید. در درجه اول روتین رو برای بچه‌ها بذارید. صبح که از خواب بیدار میشن، کی شب بعد برن به رخت خواب و در بین 3 ساعت شما غذا میدین بهشون، صبحونه، ناهار و شام.
و بین اینها بتونین روتینی رو بذارین که چه وقت وقت آزادشونه، چه وقت وقت بازیه، چه وقت میتونن ورزش بکنن، چه وقتی وقت مطالعه است. اگه مدرسه داره تکلیف میده، یه مقداری ساختار برنامه مشخصی چون تکلیف‌های مدرسه رو باید انجام بدن. بعضی پدر مادرها انتقاد میکنن که مدرسه‌شون تکلیفی نداده. ممکنه اون پدر مادرها لازم باشه خودشون تکلیف درست بکنن برای بچه‌ها. ولی ساعت تکلیف انجام دادن باید مشخص باشه و بعد در بین اینا بچه‌ها وقت آزاد داشته باشن. اگه این روتین رو بتونیم پیاده بکنیم، یه تأثیری میشه بین این که بچه‌ها کارشون انجام میدن، بعد وقت آزاد دارن، تو وقت آزاد بازی میکنن یا بازی کامپیوتری میکنن، دوباره فامیلی برمیگرده با هم وقت پیدا میکنه، بعد دوباره وقت تمرینات مختلف پیش میاد. یه نمونه از این رو به شکل یک جدول برنامه زمانی تهیه کردیم که اگه به اون دقت بکنیم، تقریبا از صبح و بعد از ظهر عصر یه روتینی رو میتونیم تو خونه انجام بدیم با بچه‌ها که امیدوارم کمک بکنه. از بازی کامپیوتری حرف زدین، خیلی ها از جمله مرتضی و فهیمه پرسیدن که بچه‌هاشون برخلاف میلشون وقت خیلی بیشتری رو جلوی تلویزیون یا کامپیوتر میگذرونن، نگرانن که آیا بعد از دوران قرنطینه و کرونا چجوری میتونن برشون گردونن به اون دیسیپلین همیشگی. مسئله از اونجایی شروع میشه که بچه‌ها اگه روتین نداشته باشن و از صبح که میخوان بیدار بشن وقت آزاد در اختیارشون باشه، ورزشی نکنن یا وقتی رو برای مطالعه نداشته باشن یا مثلا چیزای جدید شروع نکنن یاد بگیرن، خب پناه میبرن به تماشای تلویزیون یا استفاده از کامپیوترشون و بعد یواش یواش کارهایی که بعد در طول روز انجام بشه شب انجام میشه، شب بیدار میمونن، خوابشون به هم میخوره، در طول روز میخوابن یا دائما تو رخت خوابشون میمونن. بنابراین دوباره گذاشتن روتین، اینکه چه ساعتی از صبح بیدارشن، پیژامهشون رو عوض کنن، لباس مناسب بپوشن، عین اینکه انگار دارن میرن از خونه بیرون یا سر کارن، تا اونجایی که میشه بدونن که در طول روز چه فعالیت‌هایی داره انجام میشه، زمانی که شما اختصاص میدین برای بازی کامپیوتری رو بدونن، بدونن که مثلا اگه میخوان یک ساعت تایم بازی کامپیوتریشون باشه بعد مثلا تکالیفشون رو انجام داده باشن یا کار خونه به شما کمک کرده باشن یا ورزششون رو کرده باشن و در ازای اون میتونن دسترسی داشته باشن به بازی کامپیوتری. در مرحله بعدی وقتی که این شرایط تموم بشه و بخوان برگردن به روال عادی زندگی، من امیدوار هستم که زمانی که از خونه بیرون میرن و با دوستاشون سفری میکنن و فعالیت‌های روزمره‌شون شروع میشه، وقتی رو نذاره که دیگه اونا بخوان به بازی کامپیوتری بپردازن. گرچه ممکنه بعضی بچه‌ها برای این گذر از این شرایط به شرایط عادی منجر به این بشه که اضطراب پیدا بکنن، نخوان از خونه بیرون برن. و اگه همچین شرایطی پیش اومد، خب فراخور اون باید با کارشناس امر روانشناس صحبت بکنیم که کمکتون بکنیم. مریم سوال کرده که پسرش 6 سالشه و گاهی گریه میکنه و ازم میپرسه که مامان تو از کرونا میمیری، واقعا سخت آروم کردنش، چی باید بهش بگم؟ ببینید، یه همچین سوالی ریشه اصلی استرابه و ریشه اصلی اینه که آیا من مامانم از دست میدم یا نه. بنابراین خیلی مهمه که فرزندتون رو آروم بکنین، باب گفتگو رو باش باز بکنیم. بچه‌های بزرگتر رو میتونیم ازشون سوال بکنیم که تو چی شنیدی، تو اخبار چی شنیدی که نگرانت میکنه، بیا به من بگو. بچه‌های کوچیک‌تر رو میتونیم با این جمله شروع بکنیم که من میدونم این روزا همه راجع به کرونا حرف میزنن، یه چیزیه که ممکنه آدما رو مریض بکنه، ولی ما دستامون رو میشوریم، تو خونه میمونیم، مواظبیم که مریض نشیم. بعدم اطلاعاتشون رو تصحیح بکنیم. اینکه هر کسی کرونا بگیره بمیره واقعیتش اینطور نیست. تقریبا 80% کسایی که آلوده میشن با ویروس علائم خفیف رو نشون میدن. برای همین بچه باید بدونه که اگرم عفونتی ممکنه به وجود بیاد، خب در اکثریت عفونت شدید و به معنای مرگ نیست. در درجه بعدی هم من تقاضا میکنم که
مواجهه شدن با اخبار در بچه ها خیلی کم بکنیم، نه اینکه بیخبر از همه چی باشن، ولی تا اون حدی که اخبار بهشون مربوط میشه. اینکه تلویزیون دائما روشن باشه و اخبار تکرار بکنه پشت سر هم و آمار مرگ و میر و کشته شدن و بیمارستان و اتاقهای آی سی و اینها رو نشون بده و بچه ها دائما اونو بخوان ببینن، حتی بزرگسالا، این باعث میشه که سطح اضطراب ما بالا بره و مغز ما در شرایطی قرار بگیره که دائما واکنش های اضطرابی رو بهش فکر بکنه و حتی آرامش خودمون رو به هم بزنه. بنابراین اخبار رو از منابع موثق بگیریم و در حدود محدود وقتتون رو برای اخبار بذاریم و با بچه ها راجع به عاطفه و احساسشون صحبت بکنیم و مطمئنشون بکنیم که شما قوی هستین و سالم هستین. خیلی ممنون دکتر شاکر. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما برای ما بفرستید. اگر شما هم در منزل مجبور به درس دادن بچه ها هستید، براتون آرزوی صبوری میکنم، چون واقعا کار سختیه. برای آخرین خبرها همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید، bbcpersian.com. برنامه های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت BBC فارسی ببینید. آخرین خبرها رو در صفحه اینستاگرام، تلگرام و توییتر BBC فارسی هم همیشه میتونید دنبال بکنید. به پایین بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.